در مناطقی که آشناوین مردم را وادار کنید همه ی حیات بیرون بیان، فردا روز عزای امام زمانه، صاحب عزا ولی عصره، ما همه در خوابی. چه خوابی؟ گفتن اینی این 28 سال چه بود؟ چه کرد؟ یک نمونهش اینه، باران نیامد، همه علماء مذهب رفتن به دعای باران، قطره ای نازل نشد. یک راهب نصرانی آمد تا دست بلند کرد با آسمان، مثل سیل باران سرازیر شد. همه مسلمان ها مضطرب، کار به جایی رسید که اشق الاشقیا خلیفه عباسی بیچاره شد. دید تخت و تاج در خطر، پناهنده شد به حضرت عسکری، گفت یا ابن رسول الله، امت جدت رو دریا، این امام حسن عسکر. فرمود فردا اعلان عمومی بشه، مسیحی، یهودی، مسلمان بیان به دعای باران، من هم میام، اون راهب هم بیان. فردا غوغایی شد، اینا در تاریخ مجهول مانده. همچه روزی اتفاق نیفتاد، اسلام در خطر، مسیحیت در ظفر. دست بلند کرد راهب به طرف آسمان، امام دست دراز کرد، دستشو گرفت، از بین دو انگشت چیزی در آورد، فرمود حالا دعا کن. دست ها رو بلند کرد، ابرهای متراکم همه پراکنده شده، خلیفه عباسی مات و مبهوت. چه خبره؟
پرسید یا ابن رسول الله با وجهید فرمود این استخوان یکی از انبیاء بنی اسرائیل خاصیت استخوان نبی اینه اگر بلند بشه به طرف آسمان مثل سیل باران سرازیر می فرمود حالا داک دست برداشت ابرها پراکنده شد اگر اون روز امام یازدهم نبود الان من و تو معلوم نیست آیا مسلمان بودیم یا مسیحی اینجور اثر کرد این امام یازدهم خازن و علمی علم الله درکش فوق تصور همه اون علم خزینش امام یازدهم این مملکت آیا شناخت اون چیز اگر می شناخت فردا بعد به این جور نبود هم خودتون بشناسین هم به مردم بشناسانید اللهم کن لولیکن حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا بدليلاً بعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها سميناً أجرك الله يا بغية الله بمصابك بأبيك أبي محمد الحسن العسكري